سلام عزیزان، امیر هستم با قسمت 54 از این پلی لیست در خدمتتونم. خیلی خوشحالم که یک قسمت دیگه با شما هستم. بی معطلی بریم سراغ درس. تمرین فراموش نشه، کانال رو هم معرفی کنید. بریم شروع کنیم. خب عزیزان، توی ویدیوهای قبلی دقیقاً من تا سر اینجا باهاتون کار کرده بودم. از اینجا به بعد شروع می‌کنم به خوندن و معنی کردن. Almost all types except electronic music. To be frank, this type of music is not my cup of tea. خب ببینید بچه ها، دو تا نکته داره. یکی فرانکه که در واقع تقریبا میشه گفت همون آنست میشه، منتها فرانک بچه ها یه رکگویی درش هست. توی آنست ما میگیم یارو صادقه، خب ولی اینجا رکگویی منظور هست و کاپ آف تی کلا میشه سوگلی، دلپسند، دلخواه. مثلا اینجا منظورشه که دلخواه من نیست این نوع از موسیقی. و در ادامه داریم I have very، بچه ها دقت بکنید، eclectic tastes in music. و بچه ها eclectic به معنای گلچین شده از منابع مختلفه. وقتی در اینجا با تیستس همراه شده یعنی سلیقش گلچینی از موسیقی های مختلف دیگه. There isn't really one music style that I like. I tend to choose what to listen to according to my mood. Sometimes classical and sometimes popular music. I am not sure which music type I enjoy more. دقت کنید که بچه ها خیلی جاهایی که مثلا اینجا گفته I am به خاطر اون فرمال بودن امتحان است دیگه. Folk or pop. Let me think. It's like comparing apples and oranges. یه نکته هم که باید بهتون بگم، خیلی از اوقات وقتی میخواید بگید از چیزی متنفرید یا دوستش دارید یا مثال بزنید، جمع باید مثال بزنید، در صورتی که توی فارسی ما مفرد مثال میزنیم. دقیقا خودتون میتونید توی ذهنتون تصور بکنید. I think my favorite music would be pop. Well, I do a lot of things in my spare time. Spare time همون وقت خالیش هست دیگه. But mostly I listen to music, classical music. It puts me in a good mood. منظورش اینه که مودمو خوب میکنه، حالمو خوب میکنه، یه همچین حالتی. بریم بعدی. What's your favorite musical instrument? همون ساز مورد علاقه میشه دیگه. I'm in no way a professional musician, but I play my dulcimer to cheer myself up when I feel a little down. بچه دولسیمر چیزایی که شبیه سنتوره رو توی انگلیسی میگن و cheer up میشه مثلا یه حالت امید دادن، روحیه گرفتن، امید بخشی، همچه حالتایی. و feel down یعنی کسی که خلقش گرفته، احساس ناراحتی میکنه دیگه. نکته نداره، بریم بعدی. I have a deep passion for music and I've been doing it for a long time. Passion میشه اون عشق، اشتیاق و علاقه مندی. I like the string instruments and play the guitar in my spare time. دقت کنید بچه ها، گیتار. In fact, my most cherished بچه ها میشه محبوب و در کنار possession اومده که به معنای مالکیت یا ثروت داشتن از یک چیزی هست دیگه، دارایی شما. Is my guitar و معنیش مشخص شد. Playing the guitar puts me in an، دقت کنید بچه ها، amiable یعنی حالت مهربانی، دلپذیری، شیرینی. Amiable mood. I certainly can't live without my guitar. برای اینو دقت کنید، certainly نگید، certainly. In general, I have an eye for art. بچه ها کلن have eye for something یعنی شناخت خوبی از چیزی داشتن، یعنی در شناخت چیزی حرفه‌ای بودن. خب Everyone says I play the piano with great expression. در اینجا expression یعنی آب و تاب، شور و حال. Playing the piano requires a certain level of eye-hand coordination. و coordination به معنی هماهنگی هست. میگه نواختن پیانو نیازمند هماهنگی خوب چشم و دست دیگه. Which is of course developed with practice. که گفته با تمرین پرورش پیدا میکنه دیگه. I love playing the piano. I really do. I'm pretty good at it. I'm musically gifted. خب اینجا میگه از لحاظ موسیقیایی خیلی با استعدادم. یه جورایی تو خونمه. Gifted. خب وقتی gifted رو به کار میبریم یعنی انگار یارو مثلا این کاره به دنیا اومده. یه همچه حالتی. I can pick up a tune instantly on the piano. یعنی خیلی راحت بچه‌ها گام رو سریع میگیره یا سریع همراه میشه. حالا این بیشتر تو بحث موسیقی هست. اگر یه ساز دیگه‌ای باشه یا آوازی باشه شما مثلا سریع یا ایشون سریع روی پیانو میتونه همون گام رو باهاش همراهی بکنه. Playing the piano gives me a sense of peace. و peace اینجا بچه‌ها کلا میشه آرامش، به معنی صلح دیگه نیست. I have a special affinity for music. بچه‌ها affinity برمیگرده به اون نزدیکی. I play the violin. اینم دقت کنید. Violin as a hobby. I like playing the violin because it has a beautiful swaying sound. یعنی صدای قشنگ نوسانی داره. Violins are the most important instruments in an orchestra. یعنی در یک ارکستر ویولون ها جز مهمترین سازها هستند. Of course it takes a lot to be a good violinist. دقت کنید violinist. پس بچه‌ها یادتون باشه تا پایان صفحه 42 از این کتاب رو اومدیم. خب عزیزان از یک قسمت دیگه امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. روش حسابی تمرین کنید. اصلا دلیل این که من کم درس میدم تمرین کردن شما هاست که این مطلب جا بیفته و بعد به مطلب بعدی بریم. تا درود دیگر بدرود. خدا نگهدار.